در عرض چند ساعت خیلی یهویی تصمیم گرفتم که برم یزد، اونم فقط به خاطر دیدن این مجموعه عجیب و خفن که کلی خزنده های کمیاب و نادر داره. دوست داشتم برم ببینم اونجا چه خبره و با خزنده هاشون بیشتر آشنا بشم و البته شایدم با ترسام روبرو بشم. واسه این ویدیو خیلی ذوق دارم، برای اولین بار توی زندگیم اومدم یزد. اینجا که دارید میبینید بافت سنتی و تاریخی شهر یزده که اینجا رو نگه داشتن، این دیوارا و تمام این سازه ها رو بهشون دست نزدن. حالا برنامه چیه؟ من اصلا اومدم یزد به خاطر یه مجموعه که تو اینستا دیده بودم، دیدم یه مجموعه خانه خزندگانه و توی اون مجموعه یک عالم خزنده های مختلف، مار، مارمولک، ایگوانا، نمیدونم سوسمار، همه چی، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینقدیاش بگیر تا اینقدیاشو اونجا نگه میدارن. و من آدم میام که حقیقتا زیاد ارتباط دوستانه با خزندگان تا حالا برقرار نکردم و همچین مجموعه این شکلی هم ندیده بودم تا حالا که تخصصی فقط رو خزندگان کار بکنن. دلم خواست بیام اینجا فقط که برم اونجا رو از نزدیک ببینم و ببینم اصلا میتونم با ترس خودم روبرو بشم و دست بزنم بهشون، لمسشون کنم، باشون دوست بشم. اصلا نمیتونم بگم این مجموعه که داریم میریم به غیر از خزندگان چیزهای دیگه ای هم داره، مثلا توتی سانان داره، میمون داره، سگ و گربه داره، خیلی چیزهای دیگه هم داره. خیلی ذوق دارم. اون مجموعه هم دقیقا تو همین بافت تاریخی و سنتیه. بیام ببینیم چه خبره. یادت رفت بگی کی همراهتونه توی این ویدیو؟ من مهمون همیشگی پای ثابت ولاگا. چنلم توی دیسکریپشن. بله بله. بچه تو خدا اینجا رو نگاه کنین چقدر بامزه است. من اینجور عکس و فیلم ها رو که مثلا این ور اون ور میدیدم فکر میکردم همش مال تو فیلم هاست، همچین جاهایی وجود نداره، ولی واقعا نه تنها اینجا همچین چیزایی وجود داره، بلکه مثلا همینجوری که داری میری یو مثلا یکی از این درا میبینی مثلا تابلو زده نشون مثلا هتل فلان، نمیدونم اقامتگاه فلان، بعد مثلا درو باز میکنی میری تو این شکلی نیست، داخلا خوشگل پر از گل و گیاه. اینی هم که اینجا میبینید آب انباره. چیکار میکنه؟ کار چیز میکنه؟ کار ما که یخچال نبوده کار یخچال انجام آب و خنک میکرده. آره یعنی یزد یه جوری که همجوری را میرید آثار باستانیه. آره یزد، میبود و اردکان این مدلی هم. بچه رسیدیم، اینم لیزاردلندی که به خاطرش تا یزد اومدم. فقط بریم تو، من اول سلام علیک با خودشون بکنم ببینم که فیلم برداری اوکی باشه، بعد اگر اوکی بود دیگه همه چی رو میخوام براتون فیلم بگیرم. بیایم بریم. یه بالاخره وقتی خدا میدونه ما عاشق گربه هاییم همه جا برامون میزه. سلام 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 مامان، چقدر تو خوشگلی. آقا ما صحبت کردیم با مدیریت مجموعه، اوکی شدش که خودشون هم اصلا بیان توی ویدیو، چون متخصصن در این زمینه، اون گونه های جالب و جذابی که دارن و بیارن به شما معرفی کنن، راجعشون صحبت کنیم، من سوال بپرسم، یه کلن اطلاعات جالبی کسب کنیم و ببینیمشون. مهمتر از همه توی حیات محوطه خیلی از حیوان ها آزادن، اصلا جدا از اینکه حالا گونه های مختلفی که اینجا نگهداری میشن نوبت به نوبت هم مثلا برای هواخوری و گشت و گذار و اینا توی تایم های مشخصی، توی محدوده های مشخصی توی حیات آزاد میشن، یه سری هم که دائما اینجا هستن، مثلا یه چند تا گربه اینجا هست کلا توی محوطه‌ن، یه دونه میمون دارن اینجا، حنا خانومه، خیلی هم معروفه تو مجموعه شون، خیلی بامزه است، داره انار میخوره. حنا هم همیشه توی محوطه هستش و واسه خودش میگرده و به اصطلاح خودش تازه آتیش هم میسوزونه. مثلا اینجا بخوام یه چیزی بهتون نمونه نشون بدم، این بچه ها رو نگاه کنین، این بالا مونده، این از بازمانده های هواخوری های امروزه، دوست و رفیقاش رو بردن گذاشتن سر جاشون، این اینجا مونده. اینطوری بچه ها میان بیرون و هوا میخورن. یه سری خرگوش و لاک پشت و اینا توی باغچه همینجوری باز هستن، اونا هم کلن تو محوطن. اون مرغای شاخداری که اون اول دیدید اونا هم همینجوری تو محوطن. اینها یکیشون اونجاست. چیه اینا؟ بهشون میگن مرغ شاخدار، چیزی که خودشون گفتن. شبیه این پیرزن ها هستن، چادر میپوشن. ای بای اینها اسمشو نمیدونم، اسمش چیه؟ کاستل. اینم با گربه ها اینجا با همشون دوسته. سلام های انتگرال، یه لحظه تشکر. بابا یه لحظه بیا، من میخوام نازت کنم، لوست کنم. اصلا انتگرال اجتماعی نیست، یه بار دیگه رفتم سمتش بغلش کنم فرار کرد. خوشش ببخشید. چی؟
خانم سیو بالا کرده دیگه شاهینه دهنه همه تونو این بزرگ چه سره میشه؟ بچه ها یه چیزی که گفتم حتما راجع به این مجموعه باید بدونید اینه که نگهداری این خزندگان توی این مجموعه اصلا به این معنی نیستش که شما بخواید ترویج بشید که مثلا بخواید نگه دارید به عنوان حیوان خونگی یا هر چیزی. کلا هدف این مجموعه از نگهداری این خزندگان و اینکه حتی خودشون اینا رو به صورت آزمایشگاهی تکثیر میکنن اینه که در واقع فقط یک نوع آموزش برای مردم باشه، یه ترس زدایی از خزندگان باشه، اینکه مردم توی طبیعت مثلا یه خزنده میبینن، یه مار مولکی میبینن، ماری میبینن، برخورد بد نکنن، حمله نکنن. یعنی صرفا تمام این کارها جهت آموزشه و اصلا به این معنی نیستش که شما فکر کنید که میشه تمام این خزنده رو به عنوان حیوان خونگی نگه داشت. چرا؟ یه سریاشون میشه، یه سری گونه های خاصشون هستن به عنوان پت نگهداری میشن، ولی نه همشون. و اینا هم بهتون بگم اینجا هیچ چیزی فروشی نیست، هیچ کدوم از این حیوانا فروشی نیست و بیشتر از اون که اینجا به فکر درآمدزایی از طریق مثلا بازدید آدما باشن، انرژیشون برای رفاه و سلامت حیوانا اینجا گذاشته میشه. چیزی بود که هم گفتن هم واقعا دیدم من به عنوان کسی که یه تجربه داره تو این زمینه. بچه ها مدیریت مجموعه خانم نیکوروش عزیز، خیلی باعث افتخار بود که من تونستم امروز بیام مجموعه شما، اول که همه این بچه ها رو ببینم و اینکه افتخار این داشته باشیم که شما این بچه ها رو دونه دونه برای بچه های کانال من معرفی بکنید. الان این گونه اسمش چیه؟ این گیکو پلنگ غربیه، یه گونه یه که ما یه زمانی گونه های مختلف از این نژاد تو ایران داشتیم و اینا در خطر انقراضن و دلیل انقراضش اینه که یه ذهنیت منفی مردم نسبت به خزندگان دارن، مخصوصا مارمولکا. اینکه جا افتاده مارمولکا سمی هستن و یه حتی خرافات دیگه هم هست، اگر گاز بگیره با روغن داغ تو حلقشون میزه، چیزایی که خرافاتی که جا افتاده. و ما داریم این کارو انجام میدیم که آقا اینا هیچ خطری ندارن، جزء بی خطر دارین و تمیز سه موجود رو کره زمینه. فقط وقتی تو طبیعت با این گونه مواجه میشه کاری بهشون نداشته باشه. بالا اینا نه گاز اونجوری بگیرن دست نزن کاری بهتون ندارن. یعنی گازش نمیگم، گازش اصلا چیز خاصی نی. و اینا خیلی موجود حساسیت، چون اینا دومبری دارن و چربی رو تو دومشون ذخیره میکنن. و گونه ای هستن که وقتی یعنی تو تابستون که حشرات رو مصرف میکنن، به صورت تجمیل ذخیره سازیشون تو دومشون هست و بسیار تمیزن اینا. و البته گونه ای که ما اینجا نگهداری میکنیم گونه های تکثیری هستن، همه آزمایشگاه یعنی گونه های تکثیری هستن و گونه حیات وحش نیست، برای آموزش هست، برای تغییر دیدگاه، برای اون حس خوبه، برای آشتی مردم با طبیعت، برای آشتی مردم با خزندگانه که حس خوبی پیدا کنن و دست از کشتن این گونه ها بردارن. واقعا گونه های زیبایی هستن، اگر که زیبا ببینیم. الان اسم این گفتی چیه؟ گیکو پلنگ غربی. اینا بومی ایران نیست. چرا؟ این بومی ایران این هست. بومی ایران بله. این بومی ایران هست ولی گونه تکثیریه. الان این ته سایزش همین الاز جو سایزش چند وقتشه؟ این تقریباش 7 ساله، 6 7 سالش هست. او چند سال عمر میکنه؟ ببینید بستگی داره به گونهش، به نژادش. بعضیاشون 12 سال میگم بستگی به گونهش داره، ولی تا 12 سال عمر میکنه. چقدرم خوشگله. میشه دست بزنم؟ خوشگلش. اولین بار دارم دست خیلی اینا پوست تمیزی دارم. مارمولک ها بسیار پوست تمیزی دارم. اگه چشمشو ببینید بیا یه لحظه تخم چشمشو بگیر و با زبونشون چشمشون رو تمیز میکنن. آها. پلک ندارن اینا، یک مینید پوست صورتشه که بسته میشه، اینا پلک ندارن و با زبونشون چشمشون رو تمیز میکنن. میبینی طرح توی تخم چشمش چقدر جالبه؟ فقط یه پرده قشایی رو چشمشون هست برای اینکه محافظت کنه، ولی کلا در مجموع پلک ندارن. اینا گوششه، میبینید گوشش رو نگاه، یه سوراخ کوچولویه. یعنی یه پنده بسیار شفاف داره که اون برای میتونی دقت بکنی، میتونی اون طرف رو ببینی. آه راست میگه، سی گوشش اون طرف دیده میشه. خب بریم برای گونه بعدی. این چیه؟ این بیرده راگونه. البته این زیستگاهش ایران نیست، مال استرالیا است. مشابه اینا رو ما تو ایران داریم، بهش میگن آگاما و شبیه همینا هستن. آگامایی که تو ایران هستن سرا دومسیایی دارن و بیشتر تو خود کوه لب سنگا وامستن و آفتاب میگیرن و تو تابستون ما میتونیم ببینیمشون. اینا تمام گونه های تکثیری هستن و اینا تکثیر خودمونه که تو مجموعه انجام دادیم. و میگم فقط مبحث آموزش هست، نمیخوایم تبلیغ کنیم که کسی اینا رو اونانه حیوان خونگی نگهداری کنه چی. ما فقط هدف اون ترس زداییه و اینکه اینا رو حفاظت کنن، به دلیلی که اینا میونه نه خطری دارن، نه سم دارن، نه سیانور دارن، نه آلودگی دارن و آفت کش طبیعتن.
و اینا آفت کشاورزی ما رو از بین میبره. چه قشنگ داره بالا رو نگاه میکنه، چه چشمی داره. بعد اینا چشم سوم من دارن البته چشم سوم رو یکی دیگه گونه بتون نشون بدم. او چشم سوم فیزیکی چشم، آره قشنگ یه چشم سومیه تکامل نیافته است، من بهش بتون نشون بدم. چه جاله. بعد اینا مثلا از این اخلاقا که عصبانی بشن حمله کنن گاز بگیرن، نه، اینا حمله در صورتی که اینا مثلا تو بلوغ که میرسن، چرا یه تایمایی هست که گاز میگیرن وقتی که تو فصل جفتگیریشون باشه، بل همشون تمام خزندگان تو فصل جفتگیریشون به هر حال اخلاقشون عوض میشه، بله گاز میگیرن، مخصوصا تو سوسمارا این هست که ناخودآگاه اصلا در تا میای نزدیکش میشه یا به قلم روشون نزدیک بشه دفاع میکنن. پوستش خیلی بامزه است، تیز انگار اصلا خار داره. اینا نه، اینا نرمه، اینا نرمه، ولی اینجاهاش خیلی تیز و بامزه است، چقدر خوشگله واقعا. چون اینا رو میشه تو حالت تراریومانن نگهداری که نمیشه اینا ول باشن، اونا یکی نگهداری کنن، باید حتما تو تراریوم نگهداری کنن چون حیوان از بین میره. باید یه جایی که تو خود ترانیم که نگهداری میشه، جایی گرمایش سرمایش داشته باشه، مشخص باشه. آره جاش باید حتما مشخص باشه. مرسی، ممنون، متشکرم. بریم واسه گونه جذاب بعدی. این چیه؟ این ایگوانا هست، مال آمریکای جنوبیه، تو نواحی مختلف آمریکای جنوبی اینا زندگی میکنن و به عنوان حیوان خونگی داره نگهداری میشه، به عنوان حیوان پته. ولی میگم شرایط نگهداری خزندگان بسیار خاصه، یعنی کار هر کسی نیست که اینا رو نگهداری کنه، حتما باید قبلش آموزش ببینن جای اینا رو درست کنن و چون موجود بسیار حساسیه. بهش جالبه که در مورد ایگوانا خیلی روسریشون مشخصه، این چشم سومی بود که من گفتم. ببینید این قرمزه، این نقطه رو ببینید، این چشم سومه، این یه چشم تکامل نیافته، این چشم تکامل نیافته، این تو طبیعت که باشن عقابی شاهینی چیزی بالا سرش میشه قشنگ متوجه میشن، مثل حسگر عمل میکنه، مثل حسگره یعنی قشنگ تغییر نورا رو اینا متوجه میشن. و چشم سومشون کارایی خیلی زیادی داره، انرژی خورشید رو میگیره میده به اندام های داخلی، اگر تو تاریک یه جای گیر بیفته روزش رو تشخیص میده، چیز قشنگ جذابیه. آره مثلا یه کریستال میمونه وقتی تو نور و تو آفتاب باشه میدرخشه. آره میدرخشه عزیزم. اینا سایزشون دیگه تاش هم انقدره خورن؟ نه تو بعضیشون 1.80 متر تا 2 متر هم میشن، ولی بیشتر همون 1.80 تا 1.70 تا. حتی گونه گوش خارم داره، اینا گیاهخوار هستن، یه سریشون دریایی هستن و خیلیشون در خطر انقراضن. بعد اینکه اینا به عنوان حیوان خونگی اگر بخوان نگهداری بشن، علاوه بر اخلاقی چه جوری حیوانایی هستن که به صاحبشون وابسته بشن، عادت کنن، یه همچین حسی مثلا سگ و گربه، یا نه کلا بی احساسن؟ نه نمیشه، به هیچ موجود زنده بی احساس نیست از دیدگاه ما. با اینکه مثلا اینا میگن لحاظ حافظه یا مثلا نسبت به گونه‌های دیگه خیلی ضعیف‌تر هستن، ولی اون حس و نسبت به یک نفری که داره نگهشون میداره و بزرگش میده اون حس دارن. و من خیلی ها رو دیدم که مثلا ایگوانا رو از بچگی بزرگ کردن و قشنگ ایگوانا حس داره، به صاحبش قشنگ میشناسه و ریاکشن نشون میده. و مثل سگ و گربه که قاعدتا نیستن، هیچ حیوانی مثل سگ یا مثل گربه نمیشه، ولی صاحبش نمیشناسن. و این که اینم بگم، ولی تو فصل جفتگیریشون قرار نیست که رعایت کنن، یعنی زمانی که بال به بلوغ جنسی میرسن و تو فصل جفتگیریشون هستن یه خورده بد اخلاق میشن. خیلی پوست جذابی داره، رنگای مختلفی هم داره ایگوانا، خیلی پوست جذابی داره. خیلی خوب نگاش کن هنارو، هرچی جیب بره نگاه میکنه. ای وای، ای وای، ای وای، بیا بیرون کارت دارم. سلام، میگیره از آتون یا اول فضل یا هردم بندتون پاره که کرد. خب فقط برید نریزه. آره خوبه خوبه، نگاه کن داره میخوره. نه تشو کن. آره. نه کامله که داره کن. گفتم خدافز. اینجا رو داشته باشید یا بسم الله. این عقربه دیگه؟ بله اینا عقربه کروسی کودو هستن، عقربایی هستن که همه جای ایران هستن، به عنوان عقربه کشنده شناخته شدن، ولی در واقع اینا کشنده نیستن، درد خیلی بدی داره و کلن تو 60 گونه و نزدیک 70 گونه ما عقرب تو ایران داریم، همشون هم کشنده نیستن، یکی دوتا عقرب کشنده داخل ایران داریم که اونم بیشتر سمت جنوب ایران، سمت خوزستان، هرمزگان و اون نواحی بیشتر هست و ما بقی عقرب همه کشنده نیستن. اگر که دوچار گزش شده تو طبیعت وسط این گونه های زیبا و دوست داشتنی که شالا قسمت همه بشه، بسیار مفید هستن اینا. فقط میگم نترسید، خون سردی خودتون رو حفظ کنید، برید به مراکز درمانی، هیچ باکیتون نمیشه. به قول ما یزدیان بادم جنه بمم آفت نداره.
به کلم میگم ترس کار دستتون میده و بسیار گونه های ارزشمندی هستند. آفت کشاورزی رو کنترل میکنه. اینا پاک کننده های مهم طبیعت هستند. ولی از بس که از اینا میترسیم اصلا ناخودآگاه هر جای عقرب ببینیم فکر میکنیم باید با سنگ بزنمش و بکشیمش، در حالی که بسیار اینا مفید و ارزشمندن و نقش بسیار مهمی تو اکوسیستم ما دارن. من یه سوال دارم الان، این با این چنگک میگیره آره. فشار بده گاز بگیره چیز خاصی نیست. نه 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 اصلا، این فقط اینجوری میگیره تومشا با این چنگکاش بخوره آره، میتونه نیششون بزنه تومرا و آره تومرا اینجوری با چنگک میگیره. بچا دیدید نیشش رو اینجا رو دومش آره، تو این نکتیزه اسه سوزن میمونه با این تزریق میکنه. من تا حالا ندیده بودم. بسیارم درد شیرینی داره. شما تجربه شو داشتی؟ بله چند بار؟ نش مردم ولی زیاد بوده. خوبه شیرینه، درد شیرینیه. عشق وقتی باشه جمله بندی ها این شکلی میشه. من اگه اقرم میشه تو ساعت منو یاد کنه. فقط من فوش نمیده تمام بخواهد به دردش. تا حالا تو زندگیم از این فاصله ما رو ندیدم. دارم سعی میکنم نترسم. این مارایی که ما اینجا نگه داریم کنیم 90% پیتون و بو هستن، مارای غیر زهری هستن، هیچگونه سمی ندارن، اصلا قده زهری اینا ندارن، بی آزارن، به عنوان حیوان پت نگهداری میشه خیلی جا، حتی سایزش از این کس خیلی بزرگتر میشه. نژادهای مختلف دارن، 50-60 تونه تقریبا پیتون داریم. پیتون و بو ها نزدیک به هم هستن، یه خورده با هم متفاوت هستن ولی کلا دوتایشون غیر زهری هستن و تو طبیعت هم بله پایتون میگم، پیتون میگم، پیتون میگم و غیره سم یه میپیچن دور تومه، تومش نفشار میدن خفه میکنن بعد میبلنش داره. من پس کار ما هم آموزشه هست که مرد وقتی که تو طبیعت با یک ماری مواجه میشن کلن دست به حیوان نزنن، دست نزنن تو طبیعت، یعنی قرار نیست هیچ ماری هیچ سوس ماری دنبال شما کنه یا به شما آسیب برسونه. خب فقط اینکه کاری به حیوان داشته باشه. اصلا خزندگان دنیای بسیار متفاوتی دارن نسبت به گونه‌های دیگه، خیلی آرومن. فقط اگر دست نزنیم هیچ اتفاقی برامون نمیفته، چون به هر حال تو طبیعت هم گونه‌های زهریه هم گونه‌های غیر زهریه و میتونه برای ما خطر ساز باشه. پس تو طبیعت که میبریم حس قدرت طلبی و حس شجاعتی و به اون دست نده و جو گیر نشیم، خواستشیم جلو دوستامون کلاس بذاریم و شروع کنیم به گرفتن مار، چون احتمال داره مار زهری باشه و اتفاقات ناگوار و غیر قابل جبران براتون میفته. که پس این مارایی که اینجا داریم چجوری هن که با این که مثلا خب دست بهشون زده میشه و اینا حمله ای نمی کنن، بدخلقی نمی کنن؟ ببینید اینا میگم پیتون و بو همشون اینجوری نیستن، بعضیاشون هستن که اصلا کلا یه خورده به دخلاخ ترسن، یه خورده تون ترسن، ولی در مجموع این برمسا اینا همشون آرومه نسبت به گونه‌های دیگه. خیلی من پوست این ورشو لمس کنم. زبونی داره، چرا چشماش آبیه؟ الان تو پوست اندازیه، میخواد پوست بزنه، میخواد ببینی بره تو پوست جدید، یعنی پوست جدید میخواد بندازه. ببینید چشماش آبیه، این مار تو پوست اندازیه. آره دو سه روز دیگه آره. آره دره غور میزنه به قول ما. این قسمت دستشویی میکنه اینه؟ آره از اینجا دستشویی میکنه. زیر بغل مارم رو پوستش اگه بخوایم بیاین تو اینستا میبینین اینجا زیر بغلش، زیر بغلش که میگن این ناخونه که تکامل رو نشون میده، ناخون مار. اوه آره حالت ناخون ماننده. آفرین لمس کم کم ببین خیلی پوستش خوبه ها، ولی صورتش نه. ببین دوست دارم باها دوست باشم ولی خیلی قیافت خشنه. واقعا نمیشد هیچ وقت تو زندگی مثلا به مار دست بزنم، اصلا حتی هیچ برنامه ریزی و ایدهی براش نداشتم اصلا. حسش چجوریه؟ نمیدونم، مثلا اینجوریه که اونقدر هم حالا اون حیولایی که آره تو ذهنمون ساخته بودیم هم نیست، حالا این داره زندگیشو میکنه دیگه. خیلی حالا فکر میکنن خب اون لرزجه چه میدونم. نه اصلا لرزج نیست، نه پس نمیگیریش بغلت میشه، اصلا واکنش بد نشون بدم یهو جیغی بزنم بعد یک ماچه دیگه. ای وای 230 تا دندون. بیا شما خوشمزه، بی من بخور. چه فیسی کرد میکروفونو گرفتم جلو صورتش. خب بچه ها این مار 230 تا دندون داره، اگر گازتون بگیره احتمال داره اگه دستتون رو بکشید ممکنه دندون تو پوستتون دندون خود حیوان بشکنه. آره دندون حیوان میشکنه. دست شما مهم نیست، دندون حیوان میشکنه. در میاد حیوان گناه داره. آره ریز دندوناشون دیگه، خیلی ریزه، مثل شیشه خورده اونجوری میمونه، خیلی ریز و خیلی تیز در این حال. نیش ندارن ولی تا صبح دندون دارن. اسمش چی بود؟ این تارانتولا. ما با این بچه بودیم میگفتیم روتیل. آره روتیل خیلی اشتباه میکنن و
به حضور درست کنم که یک خرافاتی هم که از رابطه باش هستش که میگه از بالای سقف میفته پایین و نیش میزنه و اینا همش یه سری حرفای علکی دروغه. شبیه مثلا فرازمینی هازنگ، مثلا یه موجود فضاییه. بچه ها اینا آکسولوتل یا همون سمندر مکزیکی هایی هن که این روزا احتمالا خیلی هم میبینید توی اکسپلور رو این ورمور تازگی خیلی محبوب شده و واقعا هم قیافه خوشگلی داره، جذاب، من خیلی خوشم میاد ازشون. آها اینا راجبشون بهتون بگم، به غیر از سرشون هر قسمتی از بدنشون اگر که قطع بشه میتونن دوباره بازسازی بکنن و اون قسمت قطع شده رو رشد بدن و در واقع دوباره در بیاد. این اینایی هم که دور و بر کلهشون میبینید قرمزا، اینا آبشوشاشونه که بیرون از بدنشون همونطور که دارید میبینید داره پوست‌اندوزی میکنه. الان دید شما رو بنفیل میگیریم جمع کرد. این داره میاد بره رو صورتم. اولین باره که یه موجوده خزنده رو گرفتم تو دستم و انقدر با نمکه الان که تو دستمه. حالا یه ذره یه سری قسمت های پوستش مثلا ممکنه زمختی یا تیز باشه، ولی انقدر مثلا زیر شکمش نرمه، راه میره، با مزه است که خیلی خیلی خوشم اومد. جدی دارم نگاهش کن، دارم میخواد ببرمش خونه. مثل گربه میمونه واسم، انقدر ناز به نظرم داره میاد. وای خدا، اینه یه بچه کوچولوه به نظرم. خیلی دوستش داشتم، خیلی خوشحالم باهات آشنا شدم. اسم نداره؟ اسمش بتوچست. تو دوست خوب منی؟ اذیتت نمی کنم، برو خونتون بخواب. خیلی خوشگلی، بفرمید. من این همه را پویدم اومدم تا یه از برکه فقط این مجموعه رو بتونم بیام. اگه بخوام تجربه با هاتون به اشتراک بذارم، من خودم آدمی هم که با اینکه مثلا درسم توی حیواناته، کارم توی حیوانات، ولی باز اینجا برام جدید بود. و اینم بهتون بگم، مثلا من خودم آدمی هم که نه که بگم از خزنده ها خیلی میترسم، فوبیا دارم، چون یه سری فوبیا دارم. مثلا مامان من از هر نوع موجود زنده ای که شبیه به مار و مارمولک باشه فوبیای وحشتناک داره، حتی مجسمش میترسونتش. من اینجوری نبودم، ولی خب در کل میترسیدم دیگه، به نظرم موجودات عجیب غریب و ترسناکی هم، مخصوصا مار. امروز که اومدم اینجا، وقتی در فاصله های چند سانتی متری با این حیوانا برخورد کردم و حتی یه سریاشون دست دادم تو دستم گرفتم، خیلی اون حس تغییر کرد، خیلی زیاد. و حتی به نظرم یه سریاشون خیلی بامزه اومدن، خیلی ناز و گوگلی مگولی اومدن. یه ذره ظاهرشون شاید زمخت و خشن به نظر بیاد، ولی خب در واقع اونطوری نیستن، حیوانات بی‌آزاری هم. و همونطور که توی توضیحات خانم نیکو هم گوش کردید، کاری باشون نداره، تو طبیعت کاری باهاتون نداره. خیلی خوشحالم که اومدم اینجا لیزارد لند بچه‌ها، یزد، محله فهادان، اگه درست گفته باشم. مجموعه بزرگ لیزارد لند، خانه امن حیوانات. و پیج اینستاگرامشون حالا تو کپشن، تو دیسکریپشن براتون گذاشتم که اگر دوست داشتید برید ببینید. گونه‌های خیلی مختلفی حالا به غیر از خزندگان اینجا هست، برای همون که بهش میگن خانه امن حیوانات. و حالا من توی ویدیو کوتاه، شورت ویدیویی که براتون قراره که احتمالاً فردا پس فردا آپلود بشه داخل چنل، خیلی بیشتر اون گونه‌ها رو نشون دادم که توی این ویدیوی اصلی و لانگش نشد که نشون بدم. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. اگه خوشتون اومد لایکش کنید. اگرم ایده‌ای داشتید به من بگید حتما توی کامنت ها، من عاشق اینم که ایده های شما رو اجرا بکنم. و اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد، کانال منو ساب بکنید که خانوادهمون روز به روز بزرگتر بشه. تا یه ویدیو دیگه از کانال کلوا، فعلا خدا نگهدار.